زمین تخت یک ایده بسیار کهن است که اکثر تمدن‌ها و فرهنگ‌های باستانی به آن باور داشتند و در کیهان‌شناسی خود به آن اشاره کردند. اگرچه به دلیل رد علمی زمین تخت این ایده برای مدت‌های طولانی به فراموشی سپرده شده بود، اما چند سالی است که این باور مجدداً احیا شده و بازگو می‌شود. ولی آیا واقعاً زمین تخت است؟ آیا تمام مدت که زمین را کروی معرفی کردند دروغی در کار بوده و ساکنان زمین فریب خوردند؟ چه چیزی در آن سوی زمین وجود دارد که دانشمندان نمی‌خواهند هیچ کس در مورد آن بداند؟ لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. ایده زمین کروی شکل در فلسفه یونان باستان و در قرن ششم پیش از میلاد با فیثاغورس آغاز شد. با این حال بیشتر فیلسوفان و اندیشمندان پیش از سقراط بین قرون 6 تا 5 پیش از میلاد همچنان به زمین تخت باور داشتند و این ایده را گسترش می‌دادند. در اوایل قرن 4 پیش از میلاد افلاطون در مورد زمین کروی نوشت و سپس در حدود سال 330 پیش از میلاد شاگرد سابق افلاطون یعنی ارسطو شواهد تجربی خود را برای زمین کروی ارائه کرد. در دوره اولیه کلیسای مسیحی دیدگاه زمین کروی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. ولی واقعاً عجیب است که کلیسا در مورد شکل زمین کنجکاو بوده، زیرا کلیسا در تمام مدتی که پایه‌گذاری شده همیشه و همیشه تمرکز خود را بر روی دین و مذهب و مسائل دیگر اینچنینی قرار داده. با این حال درست در زمانی که کلیسا سعی داشت نظریه زمین کروی را به شکلی گسترده ترویج دهد، در مقابل دانشمندان چین به طور مداوم زمین را مسطح و کاملا تخت توصیف می کردند. جالب اینجاست که این باور دانشمندان چینی تا زمانی که مبلغان یسوعی در قرن 17 میلادی به چین رسیدند همچنان وجود داشت و بدون تغییر باقی مانده بود. اما پس از ورود مبلغان به چین، عقاید چینی ها ناگهان دست خوش تغییر شد. به نظر می رسید که مبلغان یسوعی تفکرات چینی ها را دستکاری کردند. دانشمندان مسلمان سنت‌گرا نیز معتقد بودند که زمین صاف است، اما در قرن 9 میلادی بود که دانشمندان مسلمان نیز ناگهان به زمین کروی اعتقاد پیدا کردند، در صورتی که حتی در زمان پیدایش اسلام هم اعراب زمین را تخت توصیف می‌کردند. در اروپای قرون وسطا اکثریت مردم عموماً زمین را صاف می‌پنداشتند. در واقع این عقیده در قرن 17 توسط پروتستان‌ها ایجاد شد تا استدلالی بر علیه آموزه‌های کاتولیک باشد. اما اگر به عقاید باستانی رجوع کنیم، موضوع کمی پیچیده‌تر می‌شود. بنی اسرائیلی های باستان زمین را یک قرص مسطح می دانستند که بر روی آب شناور است و فلک قوس یا آسمان کمانی شکل در بالای آن قرار دارد. بنی اسرائیلی ها معتقد بودند این فلک قوس است که زمین را از آسمان جدا کرده. در باور آنها آسمان گنبدی از جنس جامد بود که خورشید، ماه، سیارات و ستارگان در آن قرار گرفتند و جاسازی شدند. تصویری که مشاهده می کنید زمینی است که بنی اسرائیلی های باستان به آن باور داشتند. البته توضیح آن کمی پیچیده است.
از پایین ترین نقطه این نقشه که آغاز کنیم، کلمه تهم به معنی عمیق ترین عمیق را می‌بینیم. تهم به عنوان پرتگاهی توصیف شده که به اقیانوس اولیه و آب‌های پس از خلقت اشاره دارد. این اقیانوس همان جایی است که یهوه از آن برای خلقت بهره برد و سیل نوح نیز از آن سرچشمه گرفت. دومین کلمه‌ای که در نقشه به چشم می‌خورد به معنی ستون‌های زمین می‌باشد. ستون‌هایی که زمین را محکم نگه داشتند. در میان ستون‌ها عبارتی دیگر دیده می‌شود که به معنی فواره‌های اعماق است و به آب‌هایی اشاره می‌کند که به سمت تهم یا اقیانوس اولیه می‌روند. شئول نام مکانی است که تمامی مردگان، یعنی هم مردگان صالح و هم مردگان ناصالح، بدون توجه به رفتار و اخلاقشان در زندگی مادی به آنجا می روند. شئول مکانی شبیه به برزخ است و نه جهنمی است نه بهشتی. در بالای شئول نام زمین را می بینیم. اینجا همین زمینی است که انسانها درونش ساکنند و کوه‌ها، ستاره‌ها، ماه و خورشید نیز در همین بخش قرار دارند. اما نقطه بالای این بخش که رقیه یا فممنت نام دارد، همان فلک قوسی شکل یا گنبد آسمانی است که زمین را از بخش بالایی جدا کرده. اگر دقت کنید، بخش‌هایی از این گنبد شکسته شده که پنجره‌های پورتال‌ها یا درگاه دروازه‌ها نام دارد. این پنجره‌ها در واقع بخش‌هایی از گنبد هستند که راه ورود به بخش بالایی را باز کردند. بخش بالایی دریاهای بالا یا آبهای بالای گنبد آسمان نام دارد که ورود به آن تقریباً غیر ممکن است. ولی اگر کسی بتواند از این گنبد عبور کند، می تواند سرزمین های اسرارآمیز آن سوی گنبد را تماشا کند. و ما در نهایت در بالاترین نقطه نقشه عبارتی را می‌بینیم که به معنی حجره‌هایی در بهشت یا اتاق‌هایی در آسمان بهشتی تعبیر می‌شود. اینجا نقطه‌ای است که در بالاترین و کامل‌ترین موقعیت ممکن قرار دارد و بهشتی دست نیافتنی است. جالب است بدانید این اثر که مشاهده می کنید یک حکاکی معروف بر روی چوب است که مردی را به تصویر می کشد که به عنوان یک زائر به سفری مقدس رفته. او که همچون پیامبران جامه ای بلند پوشیده و عصایی در دست دارد، به نقطه ای رسیده که زمین صاف به فلک می رسد، به جایی که فاصله بین زمین و گنبد آسمان از بین رفته. در داخل زمین ستارگان، خورشید و ماه وجود دارد، ولی در پشت گنبد زائر قلمروی شگفت انگیزی از ابرها، آتش و خورشید را می‌یابد. اما مهمترین بخش این حکاکی چرخی است که در آسمان پشت گنبد حرکت می‌کند. در واقع این چرخ اشاره به فرشتگانی به نام افانیم دارد که حزقیال نبی آنها را مشاهده کرد. افانیم به عنوان فرشتگانی معرفی شدند که شبیه به چرخی در وسط چرخی دیگرند و از تاج و تخت خدا محافظت می کنند. البته برای درک بهتر این دسته از فرشتگان و دیگر فرشتگان وحشتناکی که حزقیال با آنها روبرو شد، پیشنهاد می کنم این مجموعه ویدیوها را تماشا کنید. از مبحث که دور نشویم، این حکاکی عجیب در حقیقت نشان می دهد که سرزمین فرشتگان درست در آن سوی گنبد آسمان و در پشت این مانع زمینی قرار دارد. تفکرات مصری و بین النهرینی بوستان جهان را به صورت قرصی که در اقیانوس شناور است معرفی کردند. برای مثال این نقشه که در تصویر می‌بینید قدیمی ترین نقشه زمین است که به بابل باستان و به قرن هشتم پیش از میلاد تعلق دارد و زمین را به صورت مسطح نشان می‌دهد. هومر که به عنوان یکی از برجسته ترین شاعران یونان باستان شناخته می شود نیز در قرن هشتم پیش از میلاد عقیده خود را در مورد زمین این چنین توضیح می دهد.
اوسیانوس پیکری آبی است که سطح دایره‌ای زمین را احاطه کرده. او زاینده تمامی حیات و تمامی خدایان است. منظور هومر از اوسیانوس در حقیقت همان اقیانوس است. سطح آبی بی انتهایی که زمین خشک را در بر گرفته. در حقیقت نه تنها هومر بلکه شاعر هم عصر او هسیود نیز کیهان‌نگاری دیسکی شکل را بر اساس سپر آشیل توصیف کردند. شعری که در تصویر می‌بینید بخشی از روایت هومر در کتاب ایلیاد و در خصوص زمین تخت است. طبق تفسیر این شعر، سپر نمایانگر جهانی از تمدن است که تمام جنبه‌های زندگی در آن به تصویر کشیده شده. جنبه‌های زندگی، قانون وجود و نظم اجتماعی را نشان می‌دهند و ارتش‌های ستیزجو جنبه تاریک‌تری از بشریت را به تصویر می‌کشند. تصاویر طبیعت و جهان نیز این باور را تقویت می کنند که سپر در واقع نشان دهنده یک عالم است. خورشید و ماه در حال درخشش همزمان نشان داده شدند که این مورد نمایانگر درک کلی از جهان، آگاهی، نظم کیهانی و زندگی است. همچنین اقیانوسی در اطراف سپر در جریان است که نشان می دهد جهان توسط اقیانوس در بر گرفته شده. متون هرم و متون تابوت در مصر باستان نیز کیهان نگاری مشابهی با عقیده هومر را نشان می دهند. این متون از مظهری با نام نو یاد می کنند که نشان دهنده آب اولیه است که همه چیز از آن به وجود آمد. به باور مصریان باستان، این آب اولیه پیش از زمان خلقت وجود داشته و را خدای خالق از آن برخواسته. نو به معنی اقیانوسی تعبیر می شود که سرزمین های خشک را احاطه کرده. همچنین نو را می توان اولین خدایان و خالق واقعیت و تجسم کیهان دانست. او به عنوان خدایی معرفی شده که هستی را از بین می برد و همه چیز را به جایی که از آنجا آمده باز می گرداند.